یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتون، امیدوارم که از آموزش قبلی نهایت استفاده رو کرده باشید. امروز غذایی که میخوام بهتون آموزش بدم خیلی سالم و خیلی غذای خوشمزه ایه. این غذا تو تمام رستوران ها سرو نمیشه چون درست کردن این غذا خیلی سخته. این کباب مرغه. عرضم به خدمتون که مواد لازمی که توضیح میدم خدمتون برای یک کیلو مرغ چرخ کرده است که حتما هم باید با چرخ ریز چرخ شده باشه. حالا دوستایی که تو استرالیا هستن میتونن خیلی راحت از فروشگاهی مثل کورس تهیه بکنن یا میتونن از تمام قصابی‌هایی که بیرون هست این گوشت مرغ رو تهیه بکنن. مواد لازمش رو عرض میکنم خدمتتون. این موادی که میگم مختص به 1 کیلوگرم چرخ کرده مرغه. شوید داریم 1 قاشق و نیم. نمک داریم 1 قاشق غذاخوری. کمی زعفرون داریم، بیکینگ سودا که همونجور شیرینه 1/3 قاشق غذاخوری، 1 مقدار فلفل به اندازه ذائقه خودتون و 1/2 قاشق غذاخوری آویشن رو داریم اینجا. و برای اینکه سس بعد از پختن کباب رو آماده بکنیم نیاز به 100 الی 150 گرم کره داریم و مقداری زعفرون آب شده و 1 قلمون که بتونیم روی اونو با این سس آغشته بکنیم. حالا چیزی که مهمه توی این غذا نیاز به 4 الی 5 تا پیاز داریم. اینان همون چاپویدی که توضیح دادم خدمتتون، اگه سایز پیاز رو میخواید بدونید توی مشت دستتون به این شکل جا بشه. میتونید 4 الی 5 تا استفاده بکنید، حالا به میزان ذائقه خودتون. من این پیازا رو آماده میکنم، تو این دستگاه میریزم و خوردشون میکنم کاملا و بعد از اینکه خورد شد کامل آبش رو میگیرم و به چرخ کرده مرغم اضافه میکنم. پیاز من اینجا کاملا آماده است و کاملا خرد شده، فقط باید آب این پیاز گرفته بشه و من مرغ هم میارم خدمتتون. خب آب این پیاز رو من قسمت های قبلا بهتون گفتم خیلی راحت میتونید آب این پیاز رو جدا بکنید. ما تو مقیاس زیاد که میخوایم آب پیاز رو جدا بکنیم توی توری یا پارچه کنفی میریزیم، ولی وقتی که مقدارش کمه خیلی راحت با دست میتونید آبش رو جدا بکنید. ببینید به این صورت میگیرید، یه فشار جزئی که بدید آب پیاز کاملا ازش جدا میشه. به پیاز آب گرفتن ما توفاله پیاز اصطلاحا توی آشپزی میگیم. حالا چرا آب پیاز رو میگیریم؟ اگه آب پیاز رو نگیریم باعث میشه که کبابمون شل بشه و تلخ بشه. ببینید این پیاز کاملا آب گرفته شد. آبش هم میتونید دور نریزید و نگه دارید برای کباب و اینان کباب شاندیزی، کباب برگ یا کباب قفقازی یا کباب بختیاری میتونید استفاده بکنید. اکثر مواقع که ما کباب درست میکنیم چند کباب رو با هم درست میکنیم، به خاطر همون خودم همیشه آب پیاز رو نگه میدارم. حالا برخلاف کباب کوبیده دیگه نیازی نیستش که این پیاز یا توفاله پیاز استراحت بکنه. میتونید همون موقع که از دستگاه در آوردید یا رنده کردید میتونید به کبابتون اضافه کنید و دقت کنید که همیشه از رنده
ریز استفاده بکنید، در رنده درشت استفاده نکنید که وقتی کباب خورده میشه توی دهن کاملا احساس میشه. خب حالا این پیاز رو با این مرغ من میکسش میکنم. خیلی ها میگن سخت، امکان پذیر نیستش، ولی چرا امکان پذیره؟ من همین الان که دارم اینو میکسش میکنم، جلوتونم به سیخ میگیرم، ببینید که این کار خیلی ساده و راحته. خب من ظرف اینو عوض میکنم برای چنگ زدن، ظرف مخروطی شکل، خیلی راحت تر از این سیمیه. حالا موادی رو که داریم همه رو کامل با هم دیگه به صورت یک نواخت میکسش میکنم. فقط دقت بکنید موقع سیخ کردن این کباب نباید وزن این کباب زیاد باشه. وزن متعادلی که برای کباب کوبیده مرغ نیازه تقریبا 70 الی 80 گرم کافیه، چون واقعا سیخ کردنش کار سختیه میدونم، ولی اگه توی این وزن باشه کبابتون راحت سیخ میشه و هیچ وقت هم نمیریزه. من دستمو بشورم براتون سیخ بگیرم، ببینید که اصلاً کار سختی قبط به سیخ کردن این کباب کمی دقت بکنید. اگه کمی دقت و حوصله بکنید خیلی راحت میشه سیخش کرد. حالا میتونید با سبزی های دیگه هم به غیر از شوید این کباب رو تندارش کنید، یا میتونید اصلا بهش سبزی نزنید، یا میتونید ریحون توش خورد بکنید، یا میتونید نعنا توش خورد بکنید. البته پودر سبزی استفاده بشه خیلی بهتر، ما توی این سالها همیشه پودر سبزی استفاده کردیم. بعد توی مغازه کسایی که نمیتونستن کباب کوبیده بخورن، چربی خون داشتن یا نمیدونم پیر بودن، همیشه این کباب رو دوست داشتن. خب تمام رستوران هم نداشتن این کباب رو، چون زدن و درست کردنش سخت بود، ولی من همیشه تو رستوران خودم میداشتم این کباب. خب اینم سیخ گرفتش و آماده شدش، خیلی راحت میپزه. البته آتیش زغالتون نباید خیلی داغ باشه، همیشه بذارید بعد اینکه آتیش زغالتون سرخ شد و کمی خوابید کباب روش قرار بدید. حالا نصف این کره رو، نصف کره رو که دارید میبرید توی یه مایتابه یا توی یه ظرف میذارید، بعد زعفرون رو بهش قاطی میکنید. اگرم دوست داشتید کمی پودر زیره بهش میزنید. بعد اینکه کبابتون پخت با قلمون که داریم خیلی راحت میتونید روش این سس رو بزنید. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو کرده باشید و کباب خوب و خوشمزه‌ای داشته باشید. خدا نگهدار. یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتتون. طبق همون قولی که بهتون دادم میخوام کباب مرغ رو بهتون آموزش بدم و مواد اولیه‌اش رو عرض میکنم خدمت. باشه این چوی دو فرش همیه.